چرا باید دولت انگلیس اینگونه به شما امتیاز بده؟ چرا باید بگذارن جلو چشم پلیس شما حمله کنید سفارت جمهوری اسلامی رو اونطوری مورد اهانت قرار بدید؟ جلو چشم پلیس. پلیس لندن، من اینا رو میشناسم، پلیس لندن هرگاه اتفاقی بیفته سر یک دقیقه تا دو دقیقه خودش میرسونه سر حادثه. یه منطقه ای که حساس ترین منطقه سیاسی لندنه، 4 ساعت 3 ساعت 3 ساعت نیاورد تا اینا خود فیلم خودشونه بگیرن، کار خودشونه بکنن، تبلیغات خودشونه بکنن، بعد بیاد آخرش هم اون طرفی که میگیرن بازم آزادش. این معنی اون نیست اون چیزی که ما میگفتیم. گفتیم شما ها شیعه انگلیس، ما ها شیعه انگلیس. یه خطری که امروز جامعه ما رو تهدید میکند و از همه خطرها مهمتره و خطری است که در طول تاریخ تشیع ما چنین خطری نداشتیم و اون خطر تحریف در مرجعیت شیعه است و بدعت شدن یک ساخت جدیدی از مرجعیت که اصلا با مبانی تشیع در تضاد. علمای ما، مراجع ما همیشه ریاست گریز بوده، در حالی که یک مرجعیت هایی درست شد اخیرا، مرجعیت های جعلی که اینها با پول های کلانی که نمیدونی پول از کجا میاد. همین مرجعیت این شیرازی علی ماله، اینا از وقتی که ما اینها رو شناختیم بر علیه مرجعیت زمان و بر علیه فقاهت و تشیع کار. یه وقتی که مرحوم آقای حکیم در نجف مرجع کل جهان تشیع، اینا با مرحوم آقای حکیم در افتاده سخت، با هر رهبری از رهبران شیعی که راه تشیع راستین رو اینها در پیش میگرفت از آغاز اینها در جنگ گفته. مرحوم آقای حکیم عزاداری سید شهدا رو از اون روزگار، این که میگم مال 55-56 سال پیشه، آقا بچه بود. بعد مرحوم آقای حکیم فتوا صادر کرد، گفت این حرام. خدا گفته، پیامبر گفته، چی جور عزاداریه؟ این سید محمد شیرازی فتوا داد که این واجب. در همون روز این مسئله قمزنی که حالا میبینید میگن واجبه، این چون مقام معظم رهبری فرمود حرامه، اینا میگن واجب. نه چون معتقدن ها، خودشون هم معتقد نیست. تو اگر معتقدی خمزنی واجبه، نه واجب، مستحب مؤکد. حالا اگه اینجوریه خودت چرا قمه نمیزنی؟ خمزنی برای ما مستحبه، برای شما مستحب نیست؟ خب تو بیفت قمه بزن. این شبکه امام حسین که شبکه انگلیسی هاست به اسم امام حسین، دیشب من دیدم که یک قطعه شو صدا و سیمای ما بخش کرد، من قبلا دیده بود. این مجری شبکه میگه آقا عزاداری، اینا که عزاداری نیستن، عزاداری که اینا میکنن سینه زنی اینا چی نداره. عزاداری چیه؟ آقا تو هندوستان میخوابن روی زمین، میگن اصحاب برمند از روی ما گذر کن تا بشیم زیر سم اسبان له بشیم. اگه این عزاداریه، چرا این صادق شیرازی نمیاد اینجا تو خیابون پهن بشه؟ ما حاضریم هرچی میخواد اصلا بش بده. اگه اینا عزاداری تو شما نمیکنید، خب کار خوب رو اول باید اون گنده ها بکنن، چرا شما نمی کنید؟ فقط به منظور این که در جهان تشیع خط جدیدی به وجود بیارن که تو این خط جدید فرمان کی روا باشه؟ فرمان یه آدمی که نه درسی خونده، نه اطلاعاتی داره، فقط یک موجود هواپرست، جاه پرست، ریاست پرست و عوام فریب. ماهیت فرقه شیرازی مبتنی بر عوام فریبی و جاه طلبی، هیچ دیگه غیر از این نیست. 60 سال ما اینها رو دیدیم که چگونه عمل. از چند سال پیش من خطر اینها رو گوشزد کردم، گفتم اینا خطرناک است، کمتر کسی گوش کرد از اونایی که باید گوش کنن. حالا معلوم شد برای شما چه موجوداتی. ما که میگیم اینها انگلیسی هستند، این تبلیغات نیست. یکی از طلبهای وقت آمد گفت آه من شنیدم که شما در قدیم با اینها رفیقم بود. آخه
نداره، داره فکر می‌کنه ما اصلا چه دشمنی نداره. منتها شناختیم که اینا چه موجوداتیه. یه تشیع جایگزین دارن اینها ایجاد میکنن در جهان تشیع ما. تو این تشیع جایگزین جایگاهی برای مرجعیت راستین نیست. مرجعیت میشه چی؟ محصور در شیرازی ها و اولاد شیرازی بطنن انبط. مثل این ملوک عربستان که اگه یکیشون مرد قبل از این که بمیره اون پادشاه بعدی معیون معلوم چیه. اینجا مرجعیت باید بشه چی؟ مخصوص اینا. خود سید محمد شیرازی مرجع بود، تو چیکاره ای که بعدش اوش اومده شده مرجع؟ میگه مرجعیت وراثتیه. خود سید محمد شیرازی هم که علمای بزرگ مرحوم آی خویی هستش، فتوای مرحوم آی خویی نامه اعلامیه داد در زمان خودش رضوان الله تعالی علیه که سید محمد شیرازی مجتهد است. محمود شارودی از مراجع وقت حتماً مجتهد. مرحوم عبدالله شوسب خراسانی که از علمای کربلا بود، با عالم اول کربلا بود، نامه داد که با من اینو میشناسم مجتهد نه. اون سید محمدش اونجوری. حالا این میگه من شاگرد سید محمدم. خب تو کجا درس خوندی؟ تو ایسه صادق شیرازی استادت کیه؟ پیش چه استادی تو زانو زدی درس خوندی؟ اینا همه از شکم مادر که برون میان، از همون شکم مادر که متولد شدن میگن ما مجتهد. این که من میگم مبالغه نمیکنم، من میگم بچهای کوچیکشون، این بچهای کوچیکشون فتوا میدن تو مسجد. اینطور که نمیشه مت آقا، شما دین رو به مسخره گرفتید، دین خدا رو به استهزاء گرفتید. چرا با جنگ ما مخالف بودید؟ با دفاع مقدس ما مخالف. جوانهای ما چه کردن؟ ملت ما چه کرد در دفاع مقدس؟ جز بود که از خودش دفاع کرد. چرا به ما حمله میکنید؟ چرا به صدام نمیتازید؟ چرا به ما که مظلومیم، ما بچه هامون شهید شدن، خانه هامون ویران شد، بهترین مقدسترین پاکترین جوانهای ما به شهادت رسیدن در نتیجه ظلم صدام. شما به صدام هیچ کاری ندارید. شد یک بار سخنرانی کنید بر علیه صدام؟ شد یک بار سخنرانی کنید بر علیه آمریکا؟ شد یک بار حرف بزنید بر علیه انگلیس؟ شد یک بار بر علیه وهابیت حرف بزنید بر علیه آل سعود؟ چطور زبونتون بازه بر علیه جمهوری اسلامی، بر علیه شهدای ما، بر علیه دفاع مقدس ما در این حرف میزنید؟ چرا با صهیونیست‌ها شما خوبید و رفیقید و دوستید؟ بابا فرض کن فلسطینی ها مسلمان نیستن، مظلوم که هستن. به هر حال ما چه گناهی کردیم که از مظلوم دفاع میکنیم؟ چرا به ما حمله میکنید؟ چرا به اسرائیلی ها هیچی نمیگید؟ یک گروه صهیونیستی همین چند ماه پیش وقتی اینا مرکزشون رو توی لندن تأسیس کردن، هست کلیپش هم، یک گروه صهیونیستی شناخته شده رفتن از اینها دیدن کردن تو مرکز اسلامیشون، گفتن تبریک عرض میکنیم شما اینجا مرکز اسلامی زدید، ما با شما هستیم. اونا هم گفتن بله ما با شما هستیم، ما با اسرائیلیم، اصلا ما با شما جنگی نداریم، با اسرائیل با صهیونیست ما با ایران جنگ. چرا با اسرائیل شما در صلح هستید؟ اما واقعا اون چه عرض میکنیم از روی دلسوزیه به حال اصل تشیعه. این تشیعی که 1400 سال با زهد مراجع ما، با ریاست گریزی مراجع ما، با تقوای مراجع ما، با اون شب زنده‌داری ها، با اون جهاد ها، با اون موضع گیری های بر علیه طاغوت ها، با اون شهادت هایی که علمای ما انجام دادن، با اون زندان رفتن ها، با اون صبر ها، با اون مقاومت ها، این تشیع پا گرفت و رشد کرد. امروز میخوان این تشیع رو بکنن تشیع پیرو انگلیس، تشیعی که پایگاه طاغوت باشه، تشیع پیرو طاغوت ها، تشیع امیرالمؤمنین رو میخوان تبدیل کنن تشیع پیرو یزید ها. از این خطر هیچ خطری بالاتر نیست. این خطر از خطر منافقین بسیار بالاتره، از خطر لیبرال ها بسیار بالاتره، از هر خطر دیگری این خطر شدیدتر و بالاتر. علما توجه کنند، متدینین توجه کنند، سیاستمدارا توجه کنند. اون چرا ما عرض میکنیم از باب آشنایی است که ما با تاریخ اینها داریم و احاطه است که به رفتارها و کردارها و توطئه‌ها و
خباثت های این بوده. امیدواریم که خدای متعال شر اینا رو از سر تشیع و از سر جهان تشیع ان شاء الله دور کند و شرشون رو به خودشون برگرداند و شاهد ذلت و خاری اینها در سراسر جهان باشیم.